سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که در خدمتتون هستم. خوشحالم که باز هم سپاسگزاری بکنم از تلویزیون ایران فردا برای اینکه این برنامه های من همچنان ادامه داشته. خیلی سپاسگزارم. این روزها کریسمس سال نو و من تبریک میگم، شاد باش میگم، بیشتر از همه برای هموطنان مسیحی خودمون، اگرچه بسیاری از نوکیشان مسیحی ما امروز در زندان و زیر شکنجه های جمهوری اسلامی هستند. امیدوار هستم که سال نو میلادی در چند روز آینده همه شادی ها رو به دنبال داشته باشه و شادی ما ایرانیان رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی. و اما برنامه امروز من در رابطه با همین روزهاست، دقیقا همین روزها، به این معنا که آخر دسامبر سال 77 آقای کارتر رئیس جمهور امریکا به ایران میاد و روز اول ژانویه سال 78 میگه جزیره ثبات، و باز ما بعد وقتی برمیگردیم میبینیم که یک سال بعدش شاه از ایران میره و انقلاب آغاز میشه، انقلابی که با هیجانات بسیار بالا زندگی ما ایرانی ها رو در این 43-44 سال عوض میکنه. چرا میگم با هیجان ها؟ برای اینکه این صد و اندیس های سال قبل همه تحولاتی که در این ایران انجام شده به نوعی با هیجان، یا باید بگیم از بین رفته یا تحت تأثیر هیجان، اون بازدهی خودش رو که اون آزادی، اون برابری، اون دموکراسی باشه رو همیشه تحت شعاع خودش قرار داده و از بینش برده و ما همچنان در راه رسیدن به این برابری و آزادی هستیم. باز چرا به تاریخ برمیگردم؟ به این دلیل که بگم که 171 سال پیش امیر کبیر با هیجان مستی ناصرالدین شاه کشته میشه و اون اصلاحاتی که میتونست ایران رو امروز در حد اسپانیا یا بالاتر داشته باشه از بین میره. برمیگردیم به شهریور 20 و باز این هیجانات، باز رادیوی بی بی سی، باز استعمار انگلیس رضا شاه رو میبره. همون زمان محمد رضا شاه شاه میشه. در همون چند سال اولیه تا قبل از سال 30 ما شاهدش هستیم که هیجانات به حدی است که محمد رضا شاه شاه جوانبخت لقب داده میشه و توی شیراز اتوبوسش رو شونه‌شون میگذارن. برمیگردیم به سال 32، جریان ملی شدن نفت و مصدق و کودتای 28 مرداد. اگرچه برای من یک شخصی مثل مصدق پایه‌گذار یک دموکراسی است، ولی فراموش نمی‌کنم که وقتی که مصدق هم آمد و گفت مجلس رو ولش بکنید، خیابون مجلسه، همون جام ضربه های بزرگی ما خوردیم. برگشتیم به زمان بردن شاه از ایران و آمدن خمینی. خیلی ها دیگه شاهد این قضایا هستند که چه وضعیتی پیش آمد و شاه به چه شکل روز 16 دی سال 57 از ایران بیرون رفت و خمینی 12 بهمن به ایران وارد شد و این فاجعه همچنان ادامه داره. چرا اینا رو گفتم؟ به این دلیل همه اینا رو مطرح کردم که بگم که این هیجان ها
تا به امروز زندگی ما رو دچار یک مخاطره بسیار بزرگی کرده. اگر بخوام در همین دوره 43-44 ساله جمهوری اسلامی به دوم خرداد 76 خاتمی هم اشاره بکنم که باز فاجعه بزرگتر از خود جمهوری اسلامی بود، چرا که امید مردم را از بین برد، امروز رسیدیم به اینجا. امروز رسیدیم به اینجا که حالا میگن که یک مسائلی در راهه. همون حرفایی رو که در طی این صد و چند سال گذشته میزدن. میدونید چرا؟ میدونید چرا میگن در راهه؟ برای اینکه همچنان مردم غریبه هستن. برای اینکه میخوان وقتی به انجام رسید مطرح بکنن. یه خورده بیشتر بهش کافیم قضیه رو. من یکی از اونهایی هستم که سال 57 رو از فرانسه به ایران آمده بودم و کاملا مسائل رو یادمه. ما بر اساس گفته های بی بی سی به این طرف و اون طرف می رفتیم، همونطوری که امروز بر اساس گفته های بی بی سی امروز، بی بی سی امروز یعنی اینترنشنال، تلویزیون ایران اینترنشنال، همون کارها رو می کنیم. همون کارهایی که سال 57 انجام می شد امروز داره انجام میشه. همون هیجان ها امروز داره به وجود میاد. تردیدی در این نیست که نه تنها من فکر میکنم که نه 95%، شاید بیشتر از 95% جامعه ایران هم لحظه به لحظه در انتظار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این هیچ گونه تردیدی نیست. ولی پس از سرنگونی در انتظار چه هستند؟ آیا در انتظار این هستند که یک کشور خارجی برای ما تعیین تکلیف بکنه؟ به طور قطع و یقین هیچ کدوم از ایرانی ها دنبال این نیستن. اون روز سال 57 رو که نزدیکتره دارم میگم، امریکا و اروپا در گوادلوپ خیلی مشخص از نظر تاریخی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اون زمان در سه روز یک کنفرانسی تشکیل میشه و در این کنفرانس رفتن شاه رو مهر تایید میزنن و پس از اون میبینیم که در 22 بهمن سال 57 انقلاب شکل میگیره. ما کجا هستیم و چه میکنیم؟ ما کشور شوراها هستیم و ائتلافها. ببینید در طی این سالهای حداقل 40 و چند سال گذشته چقدر شورا و چقدر ائتلاف به وجود آمده. آخریاش اگر نگاه بکنیم، شورای ملی، شورای گذار، شورای تصمیم، ائتلافهای مختلف در طول اینها در قسمتی از راست، اونها در قسمتی از چپ، یه قسمتی در میانه، همه این ائتلافها صورت گرفته، همه این شوراها. ولی مردم ایران در انتظار این هستن که به طور مشخص بدونن چرا شورای ملی شکست خورد، چرا شورای نمیدونم بغنوس و فرشگرد جایگزینش شد، چرا شورای گذار به وجود آمد، چرا نگفتن چهار تا سازمان و شورای دیگه قبلش که همون 4-5 نفر به وجود آورده بودن از بین رفت و شکست خورد و مجبور شدن شورای گذار به وجود بیارن. چه نیازی به شورای تصمیم بود که ظاهرا مثل این که چیزی هم ازش باقی نمونده، وقتی که از من خواستن که به طور مرتب در تمام این شوراها، از شورای ملی که شاهزاده رضا پهلوی از من میخواست شرکت بکنن و من از ایشون میخواستم که خود شما هم شرکت نکنید، تا شورای گذار که از من خواستن و من گفتم که باشه من حاضرم، ولی بگید که چرا قبلی ها شکست خورد این یکی موفق میشه، تا شورای تصمیم که گفتم اجازه بدید 10 روز بگذره بعد در موردش حرف بزنیم، و حالا ائتلاف ها. همه ما، همه مردم ایران از کوچیک و بزرگ در انتظار این هستن که به یک شکلی یک ائتلافی به وجود بیاد که بتونه کمک بکنه به مسائل داخل ایران و این جمهوری اسلامی یک لحظه زودتر سرنگون بشه. ولی باید دید چرا نمیشه.
ما تا ریشه یابی نکنیم این مسئله رو راه به جایی نمیبریم. ریشه یابی نکنیم که ببینیم که چه علتی داره مردم ایران به اپوزیسیون خارج از کشور اعتماد نمی کنن، اعتمادشون از بین رفته. من در کتاب پارلمان فکری خودم یک بحث رو مطرح می کنم، میگم جامعه دچار بیماری بی‌اعتمادی، داروش اعتماده، سرطان بی‌اعتمادی. چرا این سرطان بی‌اعتمادی نسبت به خارج از کشور و اپوزیسیون خارج از کشور به وجود آمده؟ خیلی مشخصه، برای اینکه ما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور سرداران خجالتی و ترسو هستیم. خجالت میکشیم بگیم که حکومت خمینی و خامنه‌ای باید بره، من میخوام بیام. اینو خجالت میکشیم. ترسو هستیم برای اینکه میترسیم جلوی مردم بنشینیم. میترسیم مردم از ما سوالی بکنن که ما قادر به پاسخگویی نباشیم. راه حل چیه؟ راه حل اینه که این ائتلاف ها هرچه زودتر تشکیل بشه، ولی اون قید و بند هایی که درش، اون شرط و شروطی که باید به وجود بیاد ایجاد بشه، وگرنه غیر ممکنه. ما در شرایط هیجان امروز ممکنه که همه کار باز دوباره از همون سر بزنه، ولی بازم راه به جایی نبریم. ببینید، از من میپرسن چه راهی؟ من میگم جلوی مردم نشستن. میگن چگونه؟ میگم خیلی راحت، بیایم یک تلویزیون دعوت بکنه از سران اپوزیسیون، اونهایی که صاحب ادعا هستن، و اینها جلوی مردم بنشینن، مردم سوال بکنن، اینها پاسخ بدن، اعتماد مردم مشخص بشه. من این حرف رو با آقای رمضانپور در تلویزیون ایران اینترنشنال زدم، گفتن به به، بسیار فکر خوبیه. من رو بردن یک سالن بزرگ در تلویزیون ایران اینترنشنال نشون دادن، گفتن اینجا میشه که این کنفرانس رو به وجود آورد. با بی بی سی صحبت کردم، با وی آی صحبت کردم، و آخرین مرحله با آقای دکتر علیرضا نوریزاده، رفیق عزیزمون و مدیر همین تلویزیون ایران فردا، که ایشون هم گفتن حتی شده یک هفته هم ما تعطیل میکنیم که بلکه که به اونجا برسیم که این کار انجام بشه. خب لابد به دلایلی نمیشه، همونطوری که به دلایلی اون تلویزیون های دیگه نشده، ولی راه دیگه وجود نداره. مردم ایران مردم سال 57 نیستن، چرا که تجربه سال 57 رو دارن. تجربه ای رو دارن که رادیوی بی بی سی اون بلا رو سرشون آورد، و امروز این تجربه رو دارن که چشمشون رو باز بکنن و ببینن که کجا قرار گرفتن. مردم ایران رو دست کم نگیریم، اعتقاد داشته باشیم که آدم های باهوشی هستن، خاصه این تعداد بیشمار گروه سنی نوجوان و جوان و میانسالش که فعال تو صحنه هستن. به مردممون اعتماد بکنیم. من به مردم خودمون، به ملت خودمون باور دارم. در شکست جمهوری اسلامی و سرنگونیشو خیلی سریع میبینم. سپاسگزارم.